شما بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هستید. با من سیما قیاسی. نگاهی به سرخط خبرها. دومین ماه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی. اعتراض‌های ضد حکومتی دیشب هم در محلات مختلف تهران و چند شهر کشور ادامه یافت. اعتصاب کارگران پتروشیمی و نفت در عسلویه، آبادان و بندرعباس. سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت ده‌ها کارگر معترض را محکوم کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم فراخوان اعتصاب دادند. افزایش شمار زندانیان کشته شده در اوین. قوه قضاییه اعلام کرد 4 زندانی دیگر بر اثر آتش سوزی جان باختند. بر مبنای گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 12 زندانی هم بستری‌اند. و ادامه حملات روسیه به اوکراین با پهپادهای جمهوری اسلامی. واشنگتن پست از ارسال موشک‌های تهران برای مسکو گزارش داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد مشارکت ایران در جنگ اوکراین را پیگیری می‌کند. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است. بخش ویژه خبری که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها را لحظه به لحظه پوشش میدیم. خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی وارد دومین ماه خود شد. دیروز هم ایرانیان معترض در کشورهای مختلف جهان گرد هم آمدند و راهپیمایی کردند. دیشب در ایران معترضان بار دیگر در شهرهای مختلف کشور از جمله یزد، کرمانشاه، مهاباد، کرج، شیراز، سنندج و اصفهان به شکل‌های گوناگون پیگیر مطالبات اساسی و مدنی خود شدند و علیه دیکتاتوری و خامنه‌ای شعار دادند. در تهران هم معترضان در نقاط مختلف از جمله بلوار کاشانی، سید خندان، نازی‌آباد و چیتگر شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در شهرک اکباتان نیز معترضان گرد هم آمدند و علیه شرایط سیاسی و امنیتی کشور شعار دادند. در یزد هم معترضان دیشب راهی خیابان شدند و ضمن سر دادن شعارهای ضد حکومتی با نیروهای امنیتی مقابله کردند. ما
معترضان دیشب در خیابان کاشانی تهران همراهی خیابان شدند و در اعتراض به شرایط سیاسی کشور و برای مقابله با نیروهای امنیتی آتش روشن کردند. در منطقه شوش تهران نیز ماموران امنیتی به معترضانی که شعار دادند حمله کرده و برای پراکنده کردن آنها گاز اشک‌آور پرتاب کردند. 24 مه خیابان آیت الله کاشانی سر شاهی. امروز 24 هفت بازار گلور فروش‌های شوش خیابان سالدنیا تیراندازی و حمله مأمورا به مردم گاز اشک‌آور وحشتناک. شهروندان در محلات مختلف تهران از جمله منیریه، باغ فیض و سید خندان همچون شب‌های گذشته از خانه‌های خود علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای شعار دادند. میدان منیریه امشب 24 یک شنبه. یک شنبه 24 مهر 1401 منطقه سید خندان خیلی شلوغه. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر حکومت آدم کش. همزمان با تداوم خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، شعارنویسی در نقاط مختلف کشور گسترش یافته. ویدیوهای پرتعدادی از شعارنویسی در شهرهای مختلف کشور به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیویی ببینیم از شعارنویسی بر روی یک بیلبورد در بزرگراهی در تهران. 24 مهر ساعت 1:10 بامداد. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی، اینجا همراه من هستن در استودیو. آقای توفیقی، خیزش سراسری وارد دومین ماه خودش شده. اعتراضات دانشجویی پیوسته و گسترده ادامه داره. تو این مقطع از اعتراضات چقدر همراهی در واقع اعتراضات عمومی با دانشجویان یا برعکس هماهنگی این دو با هم میتونه تأثیر بگذاره در تداوم و مخصوصاً به نتیجه رسیدن اعتراضات؟ خیلی موثره. ببینید، خب البته خوشبختانه همونطور که شما هم گفتی، جنبش دانشجویی میشه گفت که مداومترین بخش جنبش بوده. یعنی مثلا اگر در بعضی روزها خیابان خلوتتر بوده از روزهای دیگه، ما تقریبا میتونیم ادعا بکنیم که در تمام این نزدیک به 5 هفته اکثر دانشگاه‌های کشور، در مخصوصا حتی در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهای کوچیک که فقط یک دانشگاه دارن و عملا فضای محدودتری دارن، این جنبش ادامه داشته. دانشجوها در واقع در داخل دانشگاه ها اعتراض کردند و در برابر خواسته های همونطور که شما اشاره کردید، بخش حراست، کمیته های انضباطی، و این رو هم فراموش نکنیم ما الان داریم نزدیک میشیم به امتحانات دانشجویان، اما با همه این فشارها دانشجویان بر
سر حرف خودشون ایستادن و شعارهای جنبش رو تکرار کردن. خب من فکر میکنم دانشجویان متوجه نقش مؤثر خودشون در این جنبش هستن که میتونه الهام بخش باشه. خیلی نگاه همیشه در بخش‌های دیگه به سمت دانشجویان و دانشگاه‌ها بوده. میشه گفت در 100 سال گذشته ما هیچ حرکت اجتماعی سیاسی نداشتیم که دانشجویان و جنبش دانشجویی در اون نقش نداشته باشه. از سمت دیگه حمایت‌هایی که از دانشگاه میشه. ببینید مثلا ما دانشگاه شریف رو داشتیم که محاصره شد اصلاً توسط نیروهای لباس شخصی و بیم این میرفت که یک فاجعه انسانی به وجود بیاد. خیلی در تمام طول مدت هم دائما تحت فشار بودن، تنبیه‌هایی داشتن انضباطی امنیتی و در واقع چطور میتونن از اونها حمایت بکنن در برابر این فشارهایی که روشه؟ ببینید همین بحث خیلی مهمه که مثالی که داشتم میزدم در رابطه با دانشگاه شریف، واقعا نیروهای لباس شخصی با آرایشی که در اطراف دانشگاه پیدا کرده بودن، شعارهایی که میدادن، وسایلی که به همراه آورده بودن، بیم این میرفت که یک فاجعه خیلی بدتر از کوی دانشگاه در سال 78 اینها به وجود بیارن و خب دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار بدن و حتی در واقع اونها رو بازداشت بکنن و موارد این چنینی. اما حضور گسترده مردم مخصوصا از دور و نزدیک در تهران، خب البته محله‌های اطراف دانشگاه شریف خیلی زود رسیدند و ولی حتی از دورترین نقاط تهران راه افتادند با ماشین و همین باعث شد که یک ترافیک سنگینی در اطراف دانشگاه شریف ایجاد بشه که نیروهای سرکوب با اختلال مواجه بشه رسیدنشون و یا افزایش حجمشون و از ترس نیروهای مردمی اینها در واقع اونجا رو رها کردن و محاصره شکسته شد، دانشجو اومدن میتونستن بیان بیرون. الان واقعا این یک نمونه بسیار موثره، مخصوصا وقتی که ما نگاه میکنیم که دانشجویان با این همه فشار و تهدید مواجه هستند، جامعه میتونه با این حمایتی که از اونها به عمل میاره یک رابطه دوسویه رو با جنبش برقرار بکنه. یعنی از یه طرف حمایت مردم از دانشجویان خودش باعث تقویت جنبش میشه و از سوی دیگه میتونه کمک بکنه به سایر اصناف و گروه‌های اجتماعی که درگیر این مبارزه و جنبش هستن که اونها با الهام گرفتن از این رابطه دوسویه و حمایتی که دانشجویان از مردم و مردم از دانشجویان میکنن با انگیزه بیشتری در خیزش. همون اتفاقی در ارتباط با اوین افتاد. ما دیدیم دانشجویان خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی و فردا در شعارهاشون دیدیم در اعتراضات دانشجویی کاملا همه محور شعارها شده اون چه که در اوین اتفاق افتاد. بله دقیقاً همین ترتیب هست. یعنی شما در وضعیت اوین هم با توجه به سابقه‌ای که البته هنوز ابعاد این رو هم اضافه بکنید، ابعاد واقعی این مسئله که اینکه با چه هدفی و چه کسانی این آتش سوزی رو به وجود آوردند اهمیت داره. هنوز تعداد کشته شده ها در اونجا متاسفانه مشخص نیست. همه اینها در واقع وقتی که مردم حضور پیدا کردن اونجا، فراخوان هایی که داده شد به طور مشخص، جوانان محلات تهران فراخوان دادن و مردم رو دعوت کردن که در اطراف زندان وین حضور پیدا بکنن و همین طور نگرانی خانواده ها رو پاسخ بدن، خود این قضیه واقعا خیلی نقش داشت در اینکه مردم و کسانی که نقش مؤثرتر با حضور بیشتری دارن احساس دلگرمی بکنن که این جنبش فقط محدود به اونها نیست بلکه حمایت مردم رو به صورت کلی داره. پشت خودش بودم. ممنون از شما آلان توفیقی. در ادامه اعتصاب کارگران پیمانی عسلویه، تعدادی از مدیران پروژه‌های سایت‌های این مجموعه بازداشت و تهدید شدند. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، از مدیران اقرارنامه گرفتند که اعتصاب کارگران مرتبط با پرداخت حقوقه و به اعتراض‌های سراسری ربطی نداره. کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی در آبادان، بندرعباس، عسلویه و ماهشهر از هفته گذشته اعتصاب کردند. اینترنت هم در این مجموعه ها با محدودیت گسترده و اختلال جدی مواجه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه اعلام کرده بیش از 100 کارگر پیمانی عسلویه از زمان آغاز اعتصاب ها بازداشت شدند. این سندیکای کارگری خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران معترض در عسلویه شده.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد کارگران این مشتبه از فردا سه‌شنبه مقابل دفتر مدیریت این مجموعه تجمع و در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران اعتصاب می‌کنند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از تهدیدهای امنیتی علیه کارگران میگه. سرکوب که به اعتراض نیست قطعا، برای سرکوب صرفاً و این جدید نیست، همواره در طول 40 سال گذشته جواب هر نوع مطالبه گری از طرف حاکمیت سرکوب بوده. ما شاهد هستیم که همین الان در چند ماه گذشته بیش از 2300 نفر از فعالین کارگران و معلمان و سایر گروه‌های مزدبگیر رو زندانی کردن، اتهامات سخیف و واهی به کارگران از جاسوسی و نمیدونم سازماندهی اختشاش و اینا به کارگران وارد کردن. یک سازمان سرکوبی اساساً همیشه علیه مزدبگیران توسط حاکمیت وجود داشته که تا الان ما می‌بینیم شاید در برهه‌های به شکلی اعتراضات رو کمی کاسته باشه از ابعادش، اما این اعتراضات ادامه داشته. و نمونه دیگرش همین خود حضور خیابانی مردمه. مردم در خیابان مستقیم با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی گلوله میخورن، اما ساکت نمیمونن و دست به اعتراض و خیزششون ادامه میدن. و مسئله که وجود در هر چقدر این خیزش و اعتراضات سراسری ادامه پیدا کنه، اون توانایی سازمان سرکوب حاکمیت رو تضعیف میکنه و عقب میرونه و این میتونه برای همین عقب روندن سازمان سرکوب برها تأثیر مستقیمی در اعتراضات سایر بخشای کارگران هم داره. الان یک مسئله که مهمه، همه کارگران موضع بگیرن، حتی اگر بر سر مطالبات مشخص و صنفی خودشون هم به میدان بیان، چون برها همونطوری که گفتم در چارچوب مناسبات موجود لاینحله، اما میتونه سازماندهی رو برای کارگران در راستای تداوم اعتراضات شدت ببخشه و تقویت کنه و به هر حال سازمان سرکوب رو پس بزنن. حمایت ایرانیان مقیم خارج از کشور از خیزش سراسری در ایران ادامه داره. امروز بار دیگر ایرانیان معترض در ترکیه و فعالان حقوق زنان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع کردند. نرگس هورخش همکارم از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول همراه ما هستند. نرگس، از حال و هوای اعتراض برامون بگو، شعارهایی که دارن مطرح میکنن و خواسته های تجمع کنندگان. بله، برای چندمین هفته متواتر شهروندان ایران مقیم ترکیه و ویژه اینجا در استانبول در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی کنار هم می آیند هر دوشنبه برای حمایت از خیزش مردمی در داخل ایران. باید گفت که نه تنها در این تجمعاتی که قرار است تا لحظات دیگر شکل بگیره شهروندان ایرانی شرکت می کنند، بلکه خیزش های جنبش های فمینیستی، فعالان مدنی و از سوی دیگر شهروندان ترکی هم سهم بزرگی را در حمایت و همراهی از مردم ایران در این تجمعاتی که در استانبول شکل میگیره هر هفته ایفا کردند و امروز هم قرار است اینجا در کنار شهروندان ایرانی با همدیگر بیایند و از اعتراضاتی که در ایران شکل گرفته حمایت کنند، از آنچه که این روزها بر سر مردم ایران میآید حمایت کنند و همین طور شعار میدن بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران. این اعتراض تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد و در سرویس های خبری بعدی حتما من با شما خواهم بود که از جزئیات تجمع امروز بیشتر بگویم. ممنون از تو نرگس هورخش از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از کشته شدن 4 زندانی دیگر بر اثر آتش سوزی شنبه شب در زندان اوین خبر داد. بر اساس این گزارش رسمی شمار کشته شدگان در زندان اوین به 8 نفر رسیده. خبرگزاری قوه قضاییه گفته تمامی 8 زندانی جان باخته از زندانیان بند جرائم مربوط به سرقت بودند و 6 زندانی هم همچنان در بیمارستان بستری هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مجروحان آتش سوزی زندان اوین به بیمارستان‌های طالقانی و مدرس منتقل شدند و فضای زندان اوین همچنان امنیتی است. بر مبنای این گزارش دست کم 12 زندانی هم در بهداری زندان اوین بستری شدند. شماری از 40 زندانی منتقل شده به زندان رجای شهر از جمله امیرعباس آزرموند با ساچمه‌های در بدنشان زندانی شدند و برای درمان اونها اقدامی نشده. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای رحیم‌پور. قوه قضاییه از کشته شدن 4 زندانی دیگر خبر داده، بدون اینکه هنوز حتی اسامی 4 کشته شده‌ای که روز گذشته اعلام کردن رو اعلام بکنند.
ارزیابی شما از نحوه اطلاع رسانی حکومت درباره اون چه در اوین اتفاق افتاده، تعداد کشته شدگان چیه؟ مطابق رویدادهای گذشته و سالهای گذشته و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود، عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح، دستپاچگی و حتی عدم انسجام بین نهادهای حاکمیتی، چه در قوه قضاییه چه در رسانه‌های وابسته به حکومت، خیلی مشهود است. یه سری اتفاقات داره میفته بابت اینکه مثل اینکه یک چیزهایی پنهان بشه. از یک طرف خبرگزاری فارس میدان مین رو مطرح میکنه، مجری شبکه خبر از کشته شدن 40 نفر خبر میده و بعد تصحیح میکنه، مجددا میگن 4 نفر، مجددا روز بعد 4 نفر دیگه اضافه میشه. هیچ اسمی از این کشته شدگان به میون نمیاد، از اینکه اینها در همون روز حادثه کشته شدند یا جزء مجروحینی بودن که بعد در بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن خبری در دست نیست. به نظر میرسه که چرخه ناکارآمدی در مدیریت بخش حاکمیت که هم اون بحران رو ایجاد کرد، هم اون فاجعه رو شکل داد و هم الان داره با اطلاع رسانی ناقص و غیر شفاف نارضایتی ها و خشم ها رو افزایش میده، به سیر خودش ادامه میده و ما با این عدم انسجام و عدم اطلاع رسانی شفاف مواجه هستیم. آقای رحیم پور، به اطلاع رسانی و پوشش خبری صدا و سیما اشاره کردی. همزمان که گزارش های پخش میکنه از اینکه شهر در امن و امان، اوضاع تحت کنترله، ما میبینیم شماری از زندانیان سیاسی مشهور هنوز با خانواده هاشون تماس نگرفتن، اونهایی هم که گمنام هستن که خب وضعیتشون مشخصه. این برخورد رو چطور میبینین؟ این گونه پوشش خبری رو چطور میبینین؟ ببینید، با توجه به تعداد خیلی زیادی از زندانیانی که در زندان اوین بود حضور داشتن، به ویژه در بندهای 8 و بند 7، البته که یک سری از زندانیان سیاسی رو به بند 7 هم منتقل کرده بودن، به نظر میرسه که ترتیب دادن یک وضعیتی که اینها بتونن با خانواده‌های خودشون تماس بگیرن کار راحتی نبوده. این درست هست. در این حال ما میدونیم که یک سری از زندانی‌های سرشناس مثل مهدی محمودیان، سیامک نمازی، علیرضا خوشوقت یا دیگران تونستن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و از وضعیت خودشون اطلاع بدن. منتها اون ناکارآمدی که عرض کردم، اون سوء مدیریت واضح و عدم کارآمدی صحیح در مدیریت زندان باعث میشه که اگر هم اتفاق خاصی نیفتاده باشه، اینها نتونن به موقع اطلاع رسانی بکنن. خانواده ها نگران هستن. در این وضعیت تمام امکانات لازم بایستی صرف این بشه که هر چه سریعتر همه زندانی ها با خانواده های خودشون تماس برقرار کنن. ولی اون ناکارآمدی در مدیریت، اون سوء مدیریت هایی که این بحران ها رو یکی پس از دیگری داره به دنبال خودش میاره و در واقع مرتب داره وجهه این ساختار حکومتی رو خدشه‌دار میکنه و خراب میکنه، همچنان ادامه داره و در این قضیه هم که یک اولویت هست با این قضیه مواجه هستیم. در این حال میدونید که تعداد زیادی از زندانی ها به زندان های دیگه از جمله رجای شهر منتقل شدن و وضعیت اونها بسیار اسفناک توصیف شده و با این وضعیت قاعدتا وظایفی که مدیریت زندان باید به عهده داشته باشه انجام نمیشه. ممنون از شما، روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بوده. حمایت ایرانیان خارج از کشور از خیزش سراسری در ایران ادامه داره. ایرانیان ساکن آمریکا در ساکرامنتو کالیفرنیا و هیوستون تگزاس هم در تجمع‌های اعتراضی خود با معترضان در ایران ابراز همبستگی کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
صدها نفر از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس دیروز بار دیگر برای ابراز همدلی با معترضان در ایران تجمع و راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با طی مسیر 30 کیلومتری علیه جمهوری اسلامی شعار دادند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. همکارمون نیلوفر منصوری از لس‌آنجلس گزارش میده. سیومین روز از خیزش سراسری مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی میگذره. همبستگی جهانی ایرانیان و حمایت از مردم معترض در ایران همچنان ادامه داره. امروز ایرانیان لس‌آنجلس صدها نفر اینجا در منطقه وودلند هیلز گرد هم آمدن، نه تنها برای گرد همایی سیاسی بلکه برای به راه انداختن یک رالی اعتراضی از این موتورایی که اینجا هست، از ماشین‌هایی که به راه انداختن، صدها ماشین، صدها موتورسیکلت با نصب بنر مهسا امینی، عکس کشته شدگان راه آزادی در جنبش اخیر و همچنین هشتگ هایی که مربوط بشه به اینکه جان زندانیان اوین در خطر است. برای اطلاع رسانی و برای آگاه سازی و جلب توجه رسانه های محلی و آمریکایی هایی که این رالی اعتراضی رو خواهند دید. انگیزمونه که از شهر لس‌آنجلس که معروف به تهرانجلس، این همه ایرانی توش زندگی میکنن، برسونیم به مردم ایران که هستیم، واسه شون سپورتشون میکنیم و واقعا واسه آزادی خانوم ها هرچی از دستمون بر بیاد انجام میدیم. سو ما ونچورا بولوار رو میریم تا سپاودا، سپاودا رو میریم تا سانا مانیکا بولوار، سانا مانیکا رو میریم تا وست وود، پرشین سکوئر اند دن ویلشر بولوار فدرال بیلدینگ. اعتراضی تظاهر کنندگان در لس‌آنجلس به مسافت 30 کیلومتر ادامه پیدا کرد. این ماشین ها و موتورسیکلت ها، بیش از 100 دستگاه خودرو در نزدیکی نقاشی دیواری مهسا امینی توقف کردند و سپس این مسیر رو پیمودند تا به ساختمان فدرال لس‌آنجلس اینجا که من ایستادم رسیدند. نیلوفر منصوری، لس‌آنجلس. از اینکه همراه ایران اینترنشنال هستید با پوشش ویژه خیزش سراسری ایرانیان در سراسر جهان و ایران سپاسگزاریم. تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود با آخرین خبرها، تصاویری که شما برای ما ارسال می‌کنید، پیام‌های صوتیتون و کارشناسانی که ما رو در تحلیل اوضاع همراهی می‌کنند. ممنون که همراه ما هستید. برمیگردیم تا دقایق دیگر. ممنون که بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری مردم در ایران هستید. نگاهی مجدد به سرخط خبرها تا این لحظه. دومین ماه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی. اعتراض‌های ضد حکومتی دیشب هم در محلات مختلف تهران و چند شهر کشور ادامه یافت. اعتصاب کارگران پتروشیمی و نفت در عسلویه، آبادان و بندرعباس. سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت ده‌ها کارگر معترض را محکوم کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم فراخانه اعتصاب دادند. افزایش شمار زندانیان کشته شده در اوین. قوه قضایی اعلام کرد 4 زندانی دیگر بر اثر آتش سوزی جان باختند. بر مبنای گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، دست کم 12 زندانی هم بستری‌اند. و ادامه حملات روسیه به اوکراین با پهپادهای جمهوری اسلامی. واشنگتن پست از ارسال موشک‌های تهران برای مسکو گزارش داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد مشارکت ایران در جنگ اوکراین را پیگیری می‌کند. پایتخت اوکراین، بامداد امروز برای دومین بار در هفته گذشته شاهد وقوع چند انفجار بود که گزارش شده با پهپادهای انتحاری شاهد 136 ساخت جمهوری اسلامی انجام شده. مقام‌های اوکراینی گفتند در حملات جدید به کیف چند ساختمان مسکونی آسیب دیده. هنوز اطلاعاتی درباره شمار قربانیان آن وجود ندارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده جمهوری اسلامی برای افزایش ارسال مخفیانه تسلیحات سنگین خود به روسیه و از جمله ارسال موشک‌های زمین به زمین آماده می‌شود. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا و متحدانش اضافه کرده تهران برای ارسال موشک‌های فاتح 110 و ذوالفقار که به ترتیب قادر به اصابت به اهدافی در 300 و 700 کیلومتری هستند با مسکو توافق کرده. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز اعلام کرد
اتحادیه اروپا به دنبال شواهد ملموس در مورد هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین است. به گزارش رویترز، بورل تأکید کرده اروپا شواهد مشارکت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین را بررسی می‌کند. وزیر خارجه آلمان خبر داد اتحادیه اروپا درباره بسته تحریمی جدید علیه ایران به دلیل سرکوب اعتراضات در این کشور گفتگو خواهد کرد که شامل تحریم گشت ارشاد هم می شود. این مقام ارشد آلمانی همچنین گفت اروپا بسته تحریمی جدیدی را علیه کسانی اعمال خواهد کرد که مسئول جرائم وحشیانه علیه زنان، جوانان و مردان در ایران هستند. همزمان وزیر امور خارجه لوکسامبورگ از تحریم‌های جدید و احتمالی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داد. ژان آسلبورن گفت این تحریم‌ها در صورت اثبات دخالت تهران در جنگ اوکراین به قرار دادن برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در فهرست سپاه محدود نخواهد شد. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از لوکسامبورگ همراه میشیم. وقتت بخیر احمد. موضوعات مختلفی روی میز سیاستمداران اروپایی، از جمله در واقع تحریم هایی که مطرح کردن علیه نهادها و اشخاصی که در سرکوب معترضان در ایران نقش دارن. بیشتر از تو درباره این تحریم ها بشنویم. بله سیما، خب نشست امروز شروع شد و وقتی که مقامات اروپایی از همین قسمت پشت سر من رد می‌شدن، خب به سوالات خبرنگارانم پاسخ می‌دادن و اونچه که تا به این لحظه مشخص هست، همه کشورهای اروپایی در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین نهادهایی که در یک ماه گذشته در سرکوب معترضان و همچنین زنان و جوانان ایرانی دست داشتند، متفق القول هستند و آقای بورل امروز وقتی ازش سوال شد، اینو اشاره کرد بهشش که امروز این تحریم‌ها تصویب خواهد شد. اما خب دیگر مقامات اروپایی هم به این موضوع اشاره کردند و تاکید داشتن که اونچه که در ایران داره انجام میشه یک نوع جنایت وحشیانه هستش که باید متوقف بشه و بر همین اساس هم تحریم ها اعمال خواهد شد. اونطور که الان مشخص هست، این تحریم ها شامل 15 نهاد و شخص خواهد شد که اونطور که خانم آلنا بربوک وزیر خارجه آلمان گفته، شامل تحریم ورود این افراد به کشورهای اروپایی و همچنین مسدود شدن دارایی های اونها خواهد بود که البته هنوز جزئیات اون مشخص نیست و قرار هستش که تا 3 ساعت دیگه آقای جوزف بورل در کنفرانس خبری که شرکت میکنه جزئیات اون رو هم به اعلام بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال کشورهای اروپایی در خصوص موضوع ایران و اون چیزی که در اتفاقاتی که در ایران داره انجام میشه متفق القول شدن و همچنین علاوه بر این تحریم‌هایی که قرار هستش که امروز تصویب بشه و اونها رو اعلام بکنن، به گفته آقای بورل ظاهرا یک چند مورد دیگه هستش که اعلام کرده که به موضوع روابط با ایران منجر میشه و گفته که این موارد هم روی میز هست و قرار هستش که در خصوص اونها هم صحبت بشه. به موارد دیگه اشاره کردی احمد. ظاهرا موضوع دومی درباره ایران، بحث در واقع مشارکت پهپادی ایران در جنگ روسیه بهش اشاره شده، حالا فارغ از گزارشی که واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی منتشر کرده، ظاهرا تصمیم دارن در مورد این قضیه حمایت پهپادی جمهوری اسلامی از روسیه تصمیماتی در اجلاس لوکسامبورگ بگیرن. همینطور سیما، مقامات اروپایی معتقدند که الان جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین به نفع روسیه داره مشارکت میکنه و خب این رو معتقدند با توجه به اخبار و اطلاعاتی که میرسه در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی، از جمله همین پهپاد شاهد 136 که امروز مشخص شده، در حال کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که تحریم های رو اعمال کنن. البته مقامات اروپایی قرار هستش امروز گزارش های رو بررسی بکنن، اونطور که آقای بورل گفت به دنبال اطلاعات ملموس هستند. خب امروز از آقای دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین هم دعوت شده که اینجا بیاد، او قرار هستش که گزارشی رو ارائه بده، همچنین گزارش هایی رو قرار هستش که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اروپایی ارائه بدن که بر اساس اونها قرار هستش که تصمیم گیری بشه. اما اونچه که در واقع تا به این لحظه میاد این هستش که به هر حال کشورهای اروپایی معتقدن که جمهوری اسلامی ایران ظاهرا در جنگ اوکراین مشارکت داره، این پهپادها رو در اختیار روسیه قرار داده و معتقدن که حمله ای هم که امروز انجام شده با توسط پهپادهای جمهوری اسلامی ایران بوده و معتقدن اگر این موضوع اثبات بشه، در واقع باید بگیم که جمهوری اسلامی ایران در تشدید حملات و تشدید تنش در کشورهای در جنگ اوکراین دست داره و قرار هستش که تحریم ها رو اعمال کنه. البته این تحریم ها جزئیاتش انتظار نمیره امروز اعلام بشه، ولی این که تحریم بخوام بکنن ایران رو قرار هستش که امروز اعلام بشه. ممنون از تو احمد صمدی. حتما در جریان
جریان نشست لوکزامبورگ باز با تو خواهیم بود در ارتباط با تصمیمات احتمالی که احتمالاً اتخاذ بشه. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنشی جدید به خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دیروز با معترضان در ایران ابراز همدلی کرد و گفت به مبارزه ادامه دهید، ما با شما هستیم. وقتی به خاورمیانه رفتم همه فکر کردن من به خاطر نفت به اون منطقه رفتم، اما من به خاطر ایران به اونجا رفتم. باور نکردنیه. قبلا هم گفتم، بازم میگم، به مبارزه خودتون ادامه بدید، ما در کنار شما هستیم. وقتی من واکنش مقام‌های ارشد سیاسی آمریکا و اروپا به خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با موضوع آتش‌سوزی در زندان اوین افزایش پیدا کرده. رسانه‌های معتبر جهانی هم اخبار ایران رو همچنان مورد توجه قرار میدن. برای بررسی بیشترین واکنش‌های بین‌المللی همکارم بردیا گرشاسپی اینجا همراه ما هستن. بیشتر برامون درباره این واکنش‌ها میگین. سیما، خب میدونیم طی چند روز اخیر گذشت از اظهارات متناوبی که داشت آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا، معاون رئیس جمهور کامالا هریس و همینطور وزیر خارجه آنتونی بلینکن و مشاور امنیت ملی جک سالیوان، اینها در دیداری که با نازنین بنیادی داشتن، مدافع حقوق بشر، اونها هم به صراحت از حقوق مردم ایران در این خیزش سراسری حمایت کردن، از حکومت ایران خواستن که دست از سرکوب و کشتار مردم ایران برداره. در مورد و طبعا واقعه آتش سوزی در اوین هم خب برای به نوبه خودش واکنش‌هایی داشته. در اروپا دیدیم جوزف بورل فوراً توییتی منتشر کرد و گفت مسئولیت جان همه زندانیان با مسئولین ایرانه، با مقامات ایرانه، و از اونها خواست که در این واقعه حد اکثر شفاف سازی رو داشته باشن، به طور شفاف به این موضوع رسیدگی بشه. و آنالنا بربک وزیر خارجه آلمان هم دیدید که توی توییتری نوشت، گرچه بعد از اینکه گفتن آتش خاموش شده، گفت گرچه آتش خاموش شده ولی مسئولیت حفظ جان این زندانیان ادامه داره و مسئولین ایران باید مواظب جان زندانیان باشن. در مورد برجام هم همین ساعتی پیش جوزف بورل به یه سوالی در مورد برجام پاسخ داد به خبرنگارا و گفت گرچه به نظر او امضای توافق برجام میتونست منشأ امنیت بشه برای منطقه و اروپا و فراتر، ولی با توجه به اینکه به خاطر اعتراضات اخیر متوقف شده این مذاکرات، او امیدی نمی‌بینه که این مذاکرات ادامه پیدا کنه و توافقی انجام بشه. در همین زمینه ما اظهارات تقریبا کم سابقه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی رو داشتیم که مستقیما و شخصا از ایران خواسته که همکاری بکنه با آژانس بین‌المللی و تعهدات اتمیش عمل بکنه. کم پیش میاد که مستقیم بگه، احتمالاً شاید به نظر میرسه که فکر میکنن توافق برجام تموم شده و باید به این ترتیب به ایران بگن که پایبند بمونه حتی اگر امضا نشه این توافق. در بین صحبتاتون به واکنش رسانه‌ها و مقامات به آتش سوزی در اوین اشاره کردین. فیگارو گویا گزارشی در صفحه اول خودش منتشر کرده. بله، فیگارو کوتاه در موردش میگه. فیگارو تو صفحه اولش یه گزارش داره، میگه بعد از آتش سوزی در اوین رژیم خودش داره برای سرکوب شدیدتر مردم آماده میکنه. بحث فیگارو اینه که با منابع در ایران صحبت کرده که معتقدن این آتش سوزی عمدی بوده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته. به گفته منابع فیگارو این احتمال هست که رژیم با برنامه‌ریزی می‌خواست تعداد زیادی از سارقین و تبهکاران آزاد بشن و بعد ما با موجی گسترده از دزدی و غارت بانک‌ها و اینها مواجه بشیم. درسته. و بعد به بهانه مهار کردن این دزدی‌ها و غارت‌ها سرکوب مردم رو شدیدتر بکنه و جبر امنیتی‌تر بکنه. ممنون از شما بریا گرشاسپی، همکارم که همراه من بودی. در خبری فوری، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار رادیو فردا ساعتی پیش در پراگ درگذشت. حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر پرسابقه‌ای بود که در خارج از کشور پیش از رادیو فردا با رسانه‌های مانند ایران وایر همکاری می‌کرد. حتما در جریان خبر شما رو در جریان آخرین اطلاعات در این باره قرار میدیم، علت مرگ ایشون و سایر اطلاعات. ممنون که با پوشش ویژه خبری ایران اینترنشنال از اعتراضات سراسری در ایران همراه ما بودید. فخری نیکزاد، گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون ایران، از جمله هنرمندانی که پس از انقلاب 57 از کار برکنار شد، شعر شرمتان باد اثری از فریدون مشیری رو در حمایت از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تقدیم به مادران دادخواه و داغدار کرده.
شرمتان باد ای خداوندان قدرت، بس کنید از این همه ظلم و قساوت، بس کنید ای نگهبانان آزادی، نگهداران صلح، ای جهان را لطفتان تا قعر دوزخ رهنمون، سرب داغ استین که میبارید بر دلهای مردم، سرب داغ موج خون استین که میرانید بر آن کشتی خودکامگی را، موج خون گر نکورید و نکر، گر مسلسلهایتان یک لحظه ساکت میشوند، بشنوید و بنگرید، بشنوید این وای مادرهای جان آزرده است کاندر این شبهای وحشت سوگواری میکنند، بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است که از ستمهای شما هر گوشه زاری میکنند، بنگرید این کشت زاران را که مزدورانتان روز و شب با خون مردم آبیاری میکنند، بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر، دم به دم بیدادتان را بردباری میکنند، دست ها از دستتان ای سنگ چشمان بر خداست، گرچه میدانم آنچه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست، با تمام اشکهایم باز نومیدانه خواهش میکنم، بس کنید، بس کنید.